من از خود همین قصه دعا چقدر خاطر از بزرگان دارم آقا. یه نمونه شو عرض میکنم. یکی از آقایون اساتید میگفت که پزشکم هست، میگفت در لندن یه سمینار بود 3-4 روزه، نوبت سخنرانی من دقیقا مصادف شد با روز عاشورا. حالا اونا که محرم و سفر اینا سرشون نمیشه که تو اروپا دیگه مصادف شده. گفتم خدای من چه کنم، هم دعوت شدم هم باید برم برای سخنرانی، چون مقاله ای هم نوشته بودم، بعد رفتم دفاع میکردم توضیح میدادم، نمیشد در یه نظر علمی بد بود. همم که روز عاشورا میخوام عزاداری کنم چه کنم؟ گفت من اومده بودم قم، یه قرآن و یه مفاتی که جلداش مثل هم بود و شکل هم بود، چاپش هم یکی بود، خریده بودم. خیلی دو تا قرآن و مفاتی رو دوست داشتم و همیشه مفاتی زیر بود، قرآن روی مفاتی بود کنار تختم. گفت یه خانم، اینم یه کسی فیلیپینی بود که این اومد گاهی خونه ما رو تمیز میکرد، گفت توجه داشت نداشت نمیدونم، گفت اومده بودم که تمیز کرده بود، قرآن رو گذاشته بود زیر، مفاتی گذاشته بود رو، من توجه نداشت. گفت دو دل بودم برم نرم چیکار بکنم روز عاشورایه. گفتم تو رو عادتم کنار تختم به خیال خودم قرآن رو برداشتم استخاره میکنم، خوب بود میرم، بد بود نمیرم، حالا هر طوری هم میخواد بشه بشه. گفتم همیشه قرآن رو بود دیگه، اینو برداشتم و یا الله تا باز کردم به صورت استخاره دن مفاتیحه و دعای عرفه آمد، دقیقا اون قسمتی که آناتومی بدن رو سید الشهدا ما اول دعای عرفه توضیح میده. گفت اتفاقا اون سمینارم تو همین زمینه بود. گفتم این یک بشارتیه، میرم مفاتیحم میبرم، این قسمت دعای امام حسینم برای همه پزشکان همه متخصصان توضیح میدم. گفت رفت، نوبت من که شد مفاتیحو بردم و گفتم که ما امروز به این نتیجه رسیدیم، تولیدات علم طب و پزشکی امروز اینه، ولی من یک دکتر و دانشمندی و سراغ دارم مال 1400 سال پیشه، الان مثلا دستگاه سونوگرافی 50 سال نیست اختراع شده، اما 1400 سال پیش یه آقای دانشمندی رو من میشناسم، ایشون سونوگرافی کرده درون بدن رو گفت و شروع کردم دعای عرفه رو خوندم. و وقتی تمام شد و عربیش رو میخوندم انگلیسی ترجمه میکردم، همه بلند شدن شروع کردن دست زدن برای این پروفسور نهایی. یکی گفت این کی بوده اینقدر باسواد بوده، این اسمشون رو بگید. گفتم پروفسور حسین. آب میشه توضیح بدید درباره این پروفسور حسین؟ گفتم اتفاقا امروز روز شهادتش. حالا واژه شهادت رو اینا خیلیشون نمیفهمیدن. گفتم در چنین روز او رو اربن اربار کردن، ریز ریزش کش. چرا یه آدمی به این بزرگی رو؟ گفتم برای این که میگفت حیات. حالا من قصه میخوردم که روز عاشوراست میخوام روزه رو ترک نکنم، میگفت تو مجلس سمینار شد روزه. گفتم بهانه خوبی. شروع کردم از شهادت امام حسین برای همه اینا پزشک بودن توضیح داد، نه این که فقط کشتنش، بچه‌هاش هم کشتن، علی اکبرش رو کشتن، علی اصغرش رو کشتن، اصحابش رو کشتن، زن و بچه‌ش رو اسیر کرد، نه فقط سرش رو بریدن به نیزه کردن، برهنش هم کردن، با عصر و بدنش تا و اینا بلند بلند گریه میکرد. عدیه اسلامی رو باش علمی برخورد کنه. عدیه اسلامی رو باش علمی برخورد کنه.